ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان مسموم شد. پایان نشست مسکو. نمایندگان کشورها خواهان آشتی ملی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. بینندگان گرامی، درود و سلام بر شما. مشروع اخبار. پایان نشست مسکو. نمایندگان کشورها خواهان آشتی ملی و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شدند. نشست مسکو در باره افغانستان به پایان رسید. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت است که کشورها در این نشست به تلاش برای آشتی ملی در افغانستان و بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید کردند. زمیر کابلوف در باره انتقاد طالبان که به این نشست دعوت نشدند گفت که برای ما کشورهای منطقه مهم بود. این چهارمین نشست در باره افغانستان موسوم به فرمت مسکو بود. در سومین نشستی که در اکتبر سال 2021 برگزار شده بود، هیئتی از طالبان هم حضور داشتند. زمیر کابلوف پس از پایان نشست روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که شرکت کنندگان در نشست سال گذشته بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان اصرار داشتند، اما این امر هنوز برآورده نشده است. وزارت خارجه روسیه میگوید در پایان نشست روز چهارشنبه بیانیه مشترکی هم توسط طرفین به تصویب رسیده است. در این نشست نمایندگان روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند. این کشورها از اعضای فرمت مسکو هستند. نمایندگان قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه به عنوان ناظر به این نشست دعوت شدند. تمام کشورهای شرکت کننده در این نشست سخنرانی و از وضعیت موجود در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که همه کشورها ضمن با اهمیت خواندن تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان که منعکس کننده منافع همه گروه های قومی و سیاسی باشد، بر ریشه‌کنی تهدیدات توریستی، مواد مخدر و سایر تهدیدات ناشی از این کشور تاکید کردند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه پیشتر گفته بود نتایج این نشست را با طالبان خواهند گفت. با اساس یک خبر مهم دیگر، روزنامه 8 صبح می نویسد نبیل ملا برادر مسموم شده است. 8 صبح کابل. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیتی ملی گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان مسموم شده است. نبیل روز پنجشنبه 25 عقرب به نقل از منابع از میان طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که ملا برادر مسموم شده و برای درمان به دبی انتقال داده شده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.